سلام عرض میکنیم با هفتمین قسمت از مجموعه برنامه های پژوهشی در مورد قرآن خدمت شما هستیم در این استودیو برادر عزیز دکتر ساسان توسلی هستند و با هم این قسمت رو خدمت شما عزیزان داریم دکتر ساسان خیلی خوشحال. خیلی ممنون شاید. تو این قسمت برنامه مون با یه عالم کتاب می خواهیم عزیزان رو معرفی بکنیم و این بالاخره من یه عالم راه اومدم از آمریکا به استودیوی شما یه عالم چمدون کتاب آوردیم باید این کتاب کتابا رو معرفی بکنیم عزیزانم که اگه با برنامه من آشنایی داشته باشم میدونن که همیشه من بالاخره باید یه چند تا کتابی نشون بدم تا حالا تو این چند هفته که با هم گذروندیم درباره جمعوری قرآن، نسخه های قرآن فقط و فقط منابع صحبت های ما منابع اسلامی بوده یعنی حتی اگه یه نویسنده غربی درباره این صحبت کرده به اشاره به روایات و منابع اسلامی بوده من تو این جلسه که شاید یک کم کم جلسه طولانی تری بشه تو صحبت همون میخوام عزیزان ایرانی رو آشنا بکنم با یه سری منابع جدید بین محققین دنیای غرب گفتیم تو جلسه اول که یکی از دلایلی که من دوست داشتم این برنامه رو با هم داشته باشیم اینه که خیلی وقتا عزیزان ما تو ایران دسترسی ندارن بله. به تحقیقات جدیدی که توی دنیای غرب میشه به کتاب هایی که نوشته میشه تز هایی که داده میشه به خاطر مسئله سانسور مسئله جوی که سوال نکن همینو گوش بده همینو بپذیر و دنیای غرب دشمن ماست هرچی هم بگن به خاطر دشمنیه و چش گوش تو ببند من میخوام تو این جلسه یه مقدار منابع جدید تحقیقات جدید رو برای دوستان ایرانی معرفی بکنم البته اینم بگم کشیش مدبر که خیلی از محققین غرب که دارن درباره اسلام تحقیقات خیلی ای میکنن با همدیگر دیگه اختلاف نظر دارن بنده هیچ حرف هم نیستش که هر محققی به یه نتیجه رسیده فقط میخوام عزیزان آگاه باشن که چه صحبت و چه بحثهایی داره مطرح میشه در بین اسلام شناسان درجه یک دنیای غرب که اقلا یه مقدار با چشم باز ما به مسئله نگاه بکنیم این هدف این جلسمون هستش من می‌خوام که این جلسه رو با دوباره برگردیم به دیدگاه تاریخی من گفتم که ما ایرانیا به نظرم همیشه عادت کردیم میگیم که گفتن شنیدیم اینطوری میگن حالا کی گفته کجا گفته کی گفته کوش جایی که گفته نشون بده چه مدرکی چه شواهدی معمولا ما به این مسائل زیاد توجه نمی کنیم مثلا به عنوان مثال من فقط حالا این ربطی به قرآن نداره ولی فقط میخوام یه مثال بیارم اینجا یه کتابی دارم خودم درباره اسلام شیعه شیعه اسلام From Religion to Revolution اسلام شیعه از دین تا انقلاب نویسندش هاینز هام هست یک اسلام شناس آلمانی در دانشگاه توبینگن آلمان و وقتی که درباره امام دوازدهم شیعیان ایشون می میگه که اکثر از نظر منابع تاریخی خود اسلام دوباره بعد از فوت امام یازدهم اکثر مسلمان ها بر این عقیده بودن که اصلا امام یازدهم فرزندی نداره و ایشون اصلا بدون فرزند فوت کرده و یک دوران خیلی جنگ و جدالی بین شیعیان مطرح شد که اسم دورانش رو شیعه ها گذاشتن دوران حیرت, حیرت و و بعد میگه که به فرقه های مختلف شیعیان تقسیم بندی شدن و بعد میگه که ولی خب یه عده اومدن گفتن نه ایشون یه بچه کوچیک داره کسی ندیده ماها نمایندش هستیم بله. ایشون در غیبت رفته این بچه کوچیک به ما فقط پیغام میده ولی همینی که میگه که این جا بیفته که امام دوازدهم شیعه و شیعه ها میگم تقسیم بندیشون به گروه های مختلف همینه که این عقیده جا بیفته که امام دوازدهم در غیبت هست دیوی سال طول کشیده در جامعه شیعه مم. که پذیرفته بشه که این پذیرفته بشه بین شیعیان چون اکثر شیعه ها اصلا به این عقیده نداشتن و سنی ها هم که رد میکنن امام یازدهم بچه ای داشته حالا این یه مثال فقط منظورم حالا چیه منظورم اینه که ما هیچ وقت این چیزها رو تو ایران من بالا نشنیده بودم که از نظر تاریخی منابع ما خیلی علامت سوال میذارن روی اتفاقاتی که ما عقیده داریم که خیلی هم محکمه و خیلی اتفاق افتاده حالا بریم سر خود بحث قرآن ما وقتی که تمام این صحبت که کردیم که یعنی میخوام اینطوری محققین غرب این سوال رو مطرح میکنن ما از کجا بدونیم منابع اسلامی به ما دارن درست گزارش میدن این یه سوال دیگه ما فقط گفتیم بخاری اینو میگه سنن ابو اینو میگه فلانی اینو میگه ما از کجا بدونیم بخاری درست گفته اون از کجا منابع اون چی بوده و اینجاست که ما وارد صحبت حدیث میشیم چون اکثر منابعی که ما درباره اول اسلام داریم توی احادیث هستش شنیدم که گفته یا گفتند که گفته است بله و وقتی که بخاری رو میخونی نه فقط شنیدم که گفته به من رسیده صحبت یه نسل و نسل نیست پنج نسل معمولاً بخاری چیز میاره اسناد اسناد اص میاره بله هر حدیثی دو قسمت داره بله. متن بله. و اسناد بله. و بر وقتی که به بخاری میرسیم، پنج اسناد قبلا هست تا برسیم به حدیثی که بخاری مطرح میکنه من اینجا میگم به عنوان مثال آوردم بخاری صحیح بخاری که بعد از قرآن گفتیم بین اهل تسنن معتبرترین کتاب هاست درباره پیغمبر اسلام در اطلاعاتی که درباره پیغمبر اسلام میده بعد از بخاری صحیح مسلم هست که مسلمان ها خیلی به, به این دوتا جمعوری احادیث هم میگن صحیح یعنی احادیث خیلی قوی هستش بلد. احادیث خیلی محکمی هست من اینجا یه نسخه هم من دارم ولی نایه بردم تو استودیو سنن ابو یکی دیگه از شیش کتاب جمعوری حدیث هست بین مسلمانان اهل تسنن پس اینها قدیمی ترین منابع ما هستند درباره خیلی از اطلاعات درباره پیغمبر اسلام یه بیوگرافی هم داریم از پیغمبر اسلام که به زبون انگلیسی ترجمه شده این بیوگرافی این انگلیسیش هست لایف of محمد زندگی محمد اصل عربیش هست سیرت رسول الله و این کتاب نویسندش ابن اسحاق هست بله. که خود نس... آه... کتاب ابن اسحاق کاملا از بین رفته یک نس بعد از ابن اسحاق شخصی به نام ابن هشام میاد و کتاب ابن اسحاق رو خودش میگه تو معرفی خودش مقدمه خودش که من کتاب ابن اسحاق توش خیلی حرفای زشت و شرماور بود من اینها رو حذف کردم و پس چیزی که الان در دست داریم کتاب سیرت رسول الله ویرایش ابن هشام است. بعد فاصله این دو تا چقدر است؟ الان میگم. پس ما دار من دارم اینو میگم قدیمی ترین منابعی که ما درباره زندگی پیغمبر اسلام و سخنان پیغمبر اسلام داریم در دنیای اسلام این کتاب ها هستند. حالا ببینید خب این کتاب ها اصلا کی نوشته شده؟ ابن اسحاق کتابش رو حدود 125 سال بعد از پیغمبر اسلام بعد از فوت پیغمبر اسلام ابن اسحاق کتابش رو شروع میکنه به نوشتن ام. پس اقلا یه فاصله زمانی 120 تا 130 سال بین بره. اولین منبع تاریخی زندگی پیغمبر هست تا زمان فوت پیغمبر نه حالا از بچگی پیغمبر شروع نکنیم از زمان فوت پیغمبر ما امروزه داریم این برنامه رو سال 2009 میلادی درست میکنیم 120 بله. سال پیش توی ایران چه خبر بود برادر مدبر آه در واقع... کی... کی پادشاه ایران بود چه زمانی بود دوره ناصرالدین شاه دوره قاجار دوران ناس... قاجار من... بود من, من هیچ ادعایی به تاریخ قاجار ایران ندارم شما اینجا مسئول هستید ولی بالاخره در دوران قاجار هستیم و دوران ناصرالدین شاه بعدش بعد از ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه و حالا هر کی بوده من نمیدونم خیلی خوب تصور کنید امروز یه نفر تو ایران واسه اولین بار میخواد یه کتابی درباره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بنویسه در مورد زندگانی زندگی ایشون و نه فقط زندگیشون نسل و آب و اجداد و کارها و حرفها و عملهای ایشون باث منابع داشته باشه خب یه یه فاصله زمانی خیلی طولانی هست پس یه مقدار آدم میتونه شک بکنه که یه مقدار فاصله زمانی میتونه حرفا عوض بشه یه کلاق چل کلاق بشه و سندیت این حرفا شاید خیلی قابل قبول نباشه حالا تو دنیای ایران قرن بیستممون بالاخره حالا منابع نوشتنی داریم توی دوران قرن اول عربستان سعودی و دنیای اسلام خب منابع نوشتنی من هم خیلی کمتره اگر بوده شفاهی بوده شفاهی و سینه به سینه به قول معروف به عنوان داستان میگذشته پس این یه علامت سوال برای محققین که خب حالا تازه مال کتاب ابن اسحاق هم که نداریم میره به ابن هشام که یه فاصله 200 ساله میشه آه. با زمان پیغمبر اسلام این یکی حدیث بخاری بعد از 200 سال بخاری تازه شروع بعد از 200 سال از فوت پیغمبر یه فاصله 200 تا 250 سال تا حتی 300 سال هست بین احادیث سنی و پیغمبر اسلام پس دو تا سه قرن بعد از زندگی پیغمبر میگذره تا تازه احادیث نوشته بشه احادیث سنی حالا یکی میگه که خب ما ایرانیا شیعه هستیم شیعه ها هاشون فرق داره منابعشون فرق داره بله من حالا میخوام از یه کتابی استفاده کنم درباره علم حدیث و من چون خودم درباره شیعه ها زیاد اطلاعی نداشتم احادیث شیعه هیچ کدومشون قدیمیتر از احادیث اهل تسنن نیستن اهل تسنن منابعشون تازه قدیمی تر از شیعه هست احادیث شیعه مثل کتاب کافی کلینی کلینی میگیم بله شیخ کلینی شیخ کلینی سال 329 هجری فوت کردن پس دوباره سه قرن فاصله زمانی نویسنده دیگه شیعه داره خیلی مشهور ابن بابای بله. که سال 381 هجریشون فوت کردن دیگه داریم نزدیک 4 قرن میرسیم کتاب توسی هست شیخ بله، توسی, توسی. فوت توسی 460 هجریه یعنی فاصله زمانی دیگه چهار قرن و به نزدیکای چهار قرن و نیم داریم میرسیم و پس اینها منابع قدیمی شیعه هست درباره احادیث پیغمبر مثلا من البته کتابش رو ندارم اینجا ولی نهج البلاغه که ما تو ایران خیلی هم ازش نقل میکنیم آه. یه فاصله زمانی 400 ساله هست بین کسی که نهج البلاغه حضرت علی رو جمع کرده و زندگی خود امام اول شیعیان پس تمام اینا رو دارم میگم چون ما معمولا تاریخی فکر نمیکنیم یا فکر می کنیم که در زمان این عزیزان سکرتریاشون پشتشون میدویدن و این منابع رو می نوشتن و این مدارک و منابع هست ولی وقتی نگاه داریم میکنیم که بابا خود منابع اولیه رو کی نوشته مم. چه فاصله زمانی تو چه چارچوب تاریخی و فرهنگی و مکانی خیلی علامت سوال مطرح میشه چون که هیچ منبع هیچ منبعی از قرن اول اسلام معاصر زم... با محمد بله معاصر با محمد نه معاصر با پیغمبر اسلام که اصلا هیچی نیست اصلا لا. اون که هیچی <laughs> اصلا همچین صحبتی رو کسی به خوابش نمیمد که در معاصر زمان پیغمبر مدرک و شواهدی وجود داشته باشه هیچی ولی تو قرن اول حتی در زمان خلافت اوموی میگیم در زمان خلافت اوموی هم تقریبا ما هیچی نداریم ابن اسحاق در زمان خلافت عباسی پادشاه عباسی از ابن اسحاق میخواد 750 میلادی یه فاصله زمانی میگم بیشتر از صد نزدیک 130 سال بعد از پیغمبر تازه خلیفه عباسی از ابن اسحاق میخواد که این کتابش رو بنویسه پس تمام احادیث تمام بیوگرافی های پیغمبر توی خلافت زمان عباسی نوشته شده و محققین غربی نگاه میکنن میبینن که اختلاف های یعنی اینو میخوام اینو اول خلاصه دارم میگم به خاطر جو گروه های سیاسی اختلافات سیاسی بین گروه های طرفدار عباسی انقلاب عباسی گروه های طرفدار عموی گروه های طرفدار علی علمی. گروه های خوارج میگه بله. خوارج بین این جنگ و جدال های این گروه هاست که تو این جنگ و جدال هاست که این احادیث داره ساخته میشه این روایات داره ساخته میشه این منابع داره ساخته میشه پس خیلی زیر علامت سوال میره بین این جنگ و جدال های فقهی هست که م... معلمین و فقهای های اسلامی دارن شروع میکنن به نقل قول حدیث و گزارش از پیغمبر مم. پس دارم همه اینا رو میگم که محققین غربی میگن که اینا فقط تاریخدان های اکادمیک نبودن اینها داستان های سیاسی جنگ و جدال های دینی و فرقی جنگ و جدال های فقهی پشت این صحنه این کتاب‌ها هست و چقدر این جنگ و جدال‌ها می‌تونه نفوذ داشته باشه روی هایی که گفته شده، داستان‌هایی که گفته شده. این پس فقط اینو فقط اینا تازه مقدمه صحبت امروزمون هست که مدبر فقط اینو خواستم بگم که عزیزان فکر نکنن که اسنادی که تازه ما تو این جلسات بهش اشاره کردیم درباره منابع اسلامی از نظر محققین غربی خیلی اسناد محکم و قابل اعتمادی هستند نه یه مقدار یه مقدار که خیلی شرط کنم خیلی زیاد این منابع زیر سوال برده شدن من میخوام یه پرانتز باز کنم دوستان مسلمون که به ما مسیحی ها ایراد میگیرن که اناجیل شما رو که خود مسیح نوشته، بله شاگرداش نوشتن چه فاصله زمانی؟ سی سال، چهل سال بعد از عیسی مسیح، مرقس، متا، لوقا این, ما... اناجیل رو نوشته محاصرین با ایسا حالا بعد یا حتی میگیم حالا سی سال یه, یه نسل بعد از مسیح اناجیل، قبل از اناجیل هم رساله های پولس رو ما داریم که برمیگردید فاصله زمانی 20 سال اینا محققین متفق القولند چه محقق مسیحی باشه یا ضد مسیحی باشه دوستان مسلمان ایراد میکنن که خب